درود بینندگان عزیز، مخلصان فوتبال و همه تماشابینانی که این لحظه پزمان این فرصت و این لحظه و این خیلی صحافت بزرگ تاریخی ورزش کشور بودید. براسی هم اینجا بسیار یک هیجان بزرگ، یک احساسات زیاد ما و مهمانان رو هم فرا گرفته است، چون که ما در یکی از مرحله های خیلی بانفوذ و شهرتیاری که در مرحله 4-1 نهایی مسابقات بانفوذ جام آسیا قرار داریم و امروز تیم ملی فوتبال کشور در دایره این رقابت ها بازی خود را با منتخب اردن برگزار میکند که این پیروزی، این مظفریت و این قدم استوار را به مردم شریف تاجیکستان و به تمام تاجیکستانیان صدقاً و صمیمانه یک بار دیگر هم مبارک میگوییم. در استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش همکاران و همچنین کارشناسان ساحه فوتبال ما را همراهی خواهند کرد. من از کرانه راست مهمانان را به شما یک بار دیگر شناس میکنم. انور میرزایف، کارشناسی همیشگی برنامه های مؤلفی تلویزیون ورزش، کارشناسی فوتبال کشور، خوش آمدید. و همچنین طاهر مومنوف، سابق نشانزن و عضو منتخب فوتبال کشور که امروز هم ما را همراهی خواهند کرد. و همچنین سهرابشاه فروخشاه، سرمحرر اداره تحلیلی مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش. و با اطمینان و یک سعادتمندی میتوان گفت که امروز ما از فتوت و از نیروسنجی ورزشگران و خصوصا منتخب فوتبال کشور حرف میزنیم که این رویداد فکر میکنم برای همه ما و شما بی‌نظیر است. ابتدا از مهمانان خیر مقدم، چون شما ما رو هم در مرحله یک هشنی های همراهی کردید و اکثری آن مخلصان هوادارانی که بیشتر ما با ما در رابطه هستند و گفتند که کارشناسان ورزیده مرحله یک هشنی های رو باری دیگر دعوت کنید و پیشگوییشان امروز هم ثمر آورد و امیدهای ما رو باز هم به نتیجه این مسابقات بیشتر و زیادتر کند. خیر مقدم، خوش آمدید. امروز چی را انتظاریم انور شو؟ سلام علیکم رستی، من گفتنی هستم که این یک ایده است برای تمام خلق تاجیک. برای چی؟ برای اینکه من خودی عزیز میدونم که مرا در همکورسان هم مرا دعوت کردن که یک جای فوتبال تماشا کنیم. در خانه هم اویلا همه یک جای نگاه میکنن، در جای کارم همه کارگرایی که در جای کار میکنن آنها هم جمع شدن که یک جای فوتبال تماشا کنن. من فکر دارم که این یک خورسندی بسیار کلان است، این یک خورسندیه که فوتبال بازان ما برای ملت ما، برای خلق تاجیک، برای مخلصان خود تحفه کردن. و چی رو انتظارم من؟ انتظارم که ما غلبه میکنیم، برای اینکه در وقتی که بچه‌ها بعد از اون که از یک هشت نهایی گذشتن، نه بعد از اون که از گروه گذشتن، من باید داشتم که اونها آهسته آهسته تا بازی نهایی میروند. و من فکر دارم که ما باید تا بازی های نهایی راحت گیریم رویم و در این بازی ما باید حتما غلبه کنیم. تشکر، سلامت باشید. و واقعا همین لحظه هایی که ما با طاهر مومنوف همراهیم، ان همان روزی قبلی را باز یک بار دیگر به یاد آوردن ممکن است که شما با همراهی انور میرزایف یک پیشگویی کردید که مشخصا آن حل خود را هم در اون بازی یافت. و امروز چی میگویم؟ نو во-первых, сегодня праздник. Праздник в Таджикистане и везде, кто болеет за нашу сборную. Сегодня рабочий день, люди, наверное, убегут с работы пораньше, чтобы сесть у телевизора, посмотреть футбол и болеть за нашу сборную. Ну, простите. Конечно. По поводу игры могу сказать так, что вот вы сегодня нас пригласили. Я думаю, что многие люди, как говорится, на фарт нас зовут. Да? Вот мы в тот раз сказали, на фарт мы выиграли, вот фарт, чтобы дальше пошел. Я сегодня в ожидании того, что все-таки еще раз повторюсь, да, если мы сегодня забьем гол, мы не проиграем. Максимально, что мы сделаем, максимально, это мы доведем до серии пенальти, где снова мы победим. Поэтому я думаю, что сегодня, если забив гол, мы пойдем в полуфинал. Тачакури зиёд ва умед ба муваффақият, умед ба ҳамон матлаб ва ҳадафҳои ниҳоие, ки имрӯз мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ҳам пазмони оғози ҳамин соат ҳастанд. در اکثر مرکزهای دلخوشی و باز هم در سه مکان اساسی باشکوه شهر دوشنبه هم امروز انبوه زیاد مردم، بیش از 5000 نفر با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه
و همچنین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این روز رو این صحیفه تاریخ رو استقبال میگیرم. من فکر میکنم که امروز نو و سازون شخصیت هایی که توجه به فوتبال دارن، مرد و زن، پیر و برنا، همه منتظر آغاز همین بازی تاریخی است و به دست البته ما ظفر و کامیابی آرزومندیم. و سهروشو این هیجان بیشتره که از صبح امروز در کارخانه بود، فکر میکنم که شما بیشتر با ما شاهد بودید. بله بله، من میدونید علی یک نکته عجیب است در همین جو، گپ سر این که همین بازی، همین فوتبال و همین مظفریت، همین موفقیت، همین ملت را یک بار دیگر آنقدر متحد کرد که خیلی و خیلی گفتنی. چرا؟ ببینید حال حاضر همه درباره فوتبال میگویند، کسی درباره چیزی نمیگویند، کسی درباره یگان مسئله دیگر نمیگویند، همه درباره فوتبال و درباره مظفریت فوتبال، درباره اونی که سرور دولتی ما تشریف آوردند به نزد بچه ها، پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی اینقدر اقدام های خوب کردند برای انگیزه بخشیدن برای بچه های ما، همه درباره منتخب ما درباره فوتبال میگویند، دیگر کسی با کسی کینه ندارد، کسی یگان گپی دیگری نمیگوید، همه درباره فوتبال میگوید. یعنی فوتبال امروز ما را اونقدر متحد کرد که واقعا فکر میکنم اکنون بچه های ما در اونجا موظفند که یک بار دیگر یک قدم گسترده به پیش بزنند و یک بار دیگر ملت را شاد کنند. و من باوری دارم که در پایان این برنامه ما و شما البته کف میکوبیم با افتخار غالبیت آنها. تشکر زیاد، سلامت باشید. امروز هم از جانب دولت و حکومت جمهوری حتی بانوان، گل دخترانی که اینجا هستند، تمناهای خیش رو باز هم امیدهای خیش رو راجع به این سفرشان و همچنین اشتراک تیم ملی فوتبال کشور در مرحله چهاریک نهایی بیان خواهند کرد. و واقعا هم فوتبال امروز توانست که باز هم مجرای همیشگی راه پرثمر پیروزی های ورزشگران و خود هیئت منتخب رو کاملا دیگر سازد، یعنی با قوله های بلندتر گام نهادن. این هم بسیار یک شرافت استقلالیت کامل دولتی جمهوری تاجیکستان. و چون برنامه های مشخصی که در ابتدا ما با انور هم صحبت داشتیم رو به همون مسائلی که چون راهبری تازه انتخابی فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال 2012 به کار شروع کردن، یک برنامه مکمل که با نام ارزو 2026 تهیه شد و برای عملی کردنی آن تدبیرهای باز هم سری وقتی عملی شدن، فکر میکنم این همون یک جنبه مکمل را برای باز استوار کردنی همون برنامه های مشخص دولتی و روی کار آورد. و امروز ما از بابی فتوات و پیروزی فوتبال بازان حرف خواهیم زد. و شما که به هیئت تحریریه شامل بودید، میتوانید که اینجا باز همون رکن ها و بند های الهیده که مربوط یا خاص به پیشرفت فوتبال منتخب تاجیکستان رب داشتن بیان کنید. بله، من در اشتراک در همان برنامه جدیدی که برای پیشرفت فوتبال در سال 2016 قبول شد و پیشتر با دیگر برنامه ها از سال 2012 ما کار میکردیم، اساسا فدراسیون فوتبال تاجیکستان با فوتبال کودکان و نوجوانان بسیار اعتبار میداد. و بعدا وقتی که غنچه های اول پیدا شدم در سال 2016 برنامه ارزو 26 را متعیق کردیم و در آن همه جنبه و همه سمت های پیشرفت فوتبال را منشان دادیم. و در دوام همین سال ها یک یک برای دو دسته برآمد پیدا شد که آنها در هم در لیگ عالی و هم در لیگ یکم بازی میکردن. در آنجا اصلا دسته نورسان و جوانان ما، تیم ملی نورسان و جوانان ما در آنجا بازی میکردن. این یک نمو، یک سمتی بود که برای قوی گروندن بازی بچه ها که آنها با بچه های نسبتا سیل سالشون کلان بازی میکردن و بیشتر و نستر تجربه میگرفتن. مثال آوردم میتونم دسته برقچی، شما خوب میدونید که در آنجا تا حاضر تیم های چی بده روبری و اولوبه کریموف سالهای زیاد اون دسته رو روبری میکنند. و این دسته مثال زنده آوردم میتونم که در سال 2015-16 در وقتی که رستم خوجایف و لیفچی که در آنجا روبری میکردن با نوبت، در آنجا زوی جورابوف پیدا شد، احسان پنجشنبه دیگر بچه ها از اونجا در آنجا بازی میکردن، در اون تیم پیدا بازی میکردن. امین امیدهایی که در اول بودن، تبریز دولت میریم بچه ها در بخشی بازی میکردن.
و بعدن در همون دسته باز برای تکیه دادن همین ملکه اونها هم خورشید محمودوف در همون وقت در گرچه سیتوش کلون بود و هم کمیل سعید و بازیگرانی که در تیم ملی ما در همون وقت بازی میکردن اونها در اونجا بازی میکردن که اونها خوبتر شوند. بعدتر لکمانتی پومی که در اونجا تیمی چی که شما خبر دارید تیمی دسته 17 ساله ما با چمپیونات جهان راحت گرفت بعد از بازی خوبش این همه همون یک سمتی همون یک برنامه درستی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود و برای همین هم در وقتی که ما گوش میشنویم که وقتی که سرمربی دسته استقلال سابق سرمربی چیلبچیکا میگوید که برای پیوتر شگفت در کار نبود که بازیگر رو اثری نه فوتبال رو یادید بازیگر رو تیار آمده با ملکه خوب آمده بودن و او باید فقط بهترین ها رو جدا میکرد و پسیکولوژی روحان و رو با بازی تیار میکرد که این کار رو کرد این کارو کرد اما از در مسئله ای که بچه ها بازی میکردن این رو ما 100% میدونیم که بسیار بچه های تیم ما در دسته استقلال بازی میکرد و او رو اونها رو در دوام دو سه سال اخیر هم چریفچنکا هم لیفچنکا با مسابقه ها تیار میکرد اون سطح بازی اونها خیلی هم بلند است و برای همین هم این از این خلاصه برای کردن ممکن است که همون زمینه ای که بود تحکرسی که بود تحکرسی درست بود تحکرسی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشه کرد و اون رو اجرا کرد و بعدا تاثیر اون به تیم ملی ما رسید. تشکر زیاد. البته با یک نگاه با یک لحظه با یک فرصتی که ما چون با مرحله های آمادگی توجه کنیم چنین مظفریت و چنین شادکامی ها ما رو هرگز نصیب نخواهد شد و با ترتیب با یک شکل ترتیب مشخصی که چون بیان کردیم امروز هم ما کار در زمینه تحکیم دادن حیات منتخب و باز هم از جهت روانی و باز دیگر پهلوها دیگر عامل هایی که برای پیشرفت فوتبال برای بهتر بازی کردن ضرورت بزرگ بود در تیم به عمل آمد و این بسیار خوش است علاقه در تمام قاره آسیا و در سراسر جهان هم تمام مردم تاجیکستان از این دستاورد و از این مظفریت افتخار ماندانه حرف میزنند. بینندگان عزیز طوری که ما یک بار دیگر شاهد شدیم که در صحافت و چون رویدادی که به وقوع پیوست از مرحله گروهی تا به این سبقت چهار یک نهایی تیم ملی فوتبال کشور هم راهی بسا پرشرفانه را طی کرد و در باب منتخب اردن امروز حرف میزنیم که از سال 1972 تیم ملی اردن در مسابقه جام آسیا شرکت می‌ورزد. سال 2004 و 2011 دو مرتبه تا به مرحله چهار یک نهایی این مسابقات راه یافته است و خلاص و در آخرین سبقت سال 2019 در جام آسیا این دسته تا به مرحله یک هشت نهایی رفت و تیم ملی ما باشد در این مسابقات چون همگان میدانند که باری اول شرکت ورزید و امروز اطراف تیم ملی اردن هم که صحبت میکنیم و بعدا راه تعیین نموده این دسته را هم یک جای تماشا میکنیم. طاهر؟ Команда Иордании выполнила задачу, вышла из группы. Команда Иордании пробилась в четвертьфинал, да, где такой самый сильный соперник был у них Ирак. Ирак, который, ну, мы здесь все думали о том, что Ирак обыграет и будет нашим соперником. Ирак, мы так предполагали. Ну и Иордания тоже своего рода сюрприз преподнесла. Это компенсированное время, когда добавочное время, сумел забить два гола и выйти вот в четвертьфинал на нашу сборную, соперником нашей сборной. Хорошая команда, сбалансированная команда. То, что те встречи, которые мы проводили с ними, вот последние две игры, у нас есть выигрыш и есть поражение. Ничья, да? Ну, это товарищеские игры, они ни о чем не говорят. Поэтому этот турнир – это совсем другое. Если вот мы сейчас рассуждаем, если взять нашу сборную, мы играем одним составом. Состав, который не меняется, практически одна только смена позиции идет по поводу нападающего. Или Суиров играет, или Шарум Самиев играет. Остальные ребята практически одни и те же. Команда соперника немножко варьирует состав, у них больше свежести. И поэтому, насколько наши ребята сегодня в свежести не уступят команде соперника, настолько мы можем говорить о положительном результате. В плане игры, если анализировать игры и нашу сборную, и команду соперника, да,
особенно соперник, у них есть два ярких таких нападающих, третий нападающий он в замене, не играет, да, он желтую карточку он пропускает, да, очень скоростные нападающие, очень быстрые нападающие, и если им дать пространство, то у нас будут много проблем. Исходя из нашей игры, если мы отойдем от своей игры, у нас тоже будут проблемы, потому что мы дадим сопернику контролировать мячик. Наш козырь был, Сегар-то козырь, в чем был заключался? Мы прессинговали команду соперника, мы не давали развития атаки дать сопернику. А чтобы это не давать, это надо, значит, в третьей зоне, ближе к воротам соперника, прессинговать. И, естественно, у нас будут разрывы между линиями обороны и линией атаки. Поэтому здесь какой план преподнесет Сигард, какой план игры будет у него на сегодняшний матч, потому что ему надо думать о том, чтобы нейтрализовать вот эти скоростные атаки. И мы тоже хорошие на контратаке. Если взять последнюю игру, один только Джалилов мог исполнить три момента, да, где хотя бы один момент забили, и мы не довели бы дело до серии пенальти. Но я надеюсь, что в этом матче Джалилов все-таки скажет свое слово, Джалилов в сторону должен забить. Ну, и по игре могу так сказать, что сегодня, если мы забьем гол, мы не проиграем. Мы доведем игру, если это нужно будет, до серии пенальти, где Ятимов снова поможет, Ятимов снова вытянет нашу сборную в полуфинал. Тасякури зиёд чун, як ещё рай тохир, хам бесабаб нест, ки агар мо авалин шуда гол заним, инак джихати кави будани рухияи футбол бозони муро дигар бора совид месозад. و ما چون در بابی رقیبی دسته تاجیکستان در مرحله چهار یک نهایی با شما هم صحبت کرده بودیم سناتویچ اشاره کردن که اگر ما با عراق بازی کنیم این بسیار مشکل تر و مرکب تر است اطمینان شما بیشتر با مرحله بعدی راه یافتن دسته عراق بود اما خوشبختانه ما با تیم بازی میکنیم که علاقه با این تیم بیشتر اونس گرفتیم در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان هم دیدار انجام دادیم فکر میکنیم که اندکه باشد هم برای ما چون آغازی همان منصوبه ها بهتر و خوبتر شروع میگردن خوشبختانه گفتن کمتر بر وقت است به فکر ما باید کمتر منتظر شویم بعد بازی بعدم خوشبختانه میگویم اما فکر دارم که از خان درباره هم میراد که ما با عراق بازی نکردیم اما من تخمین کرده بودم که عراق با حساب 3 برای غلبه میکند اگر که همون حملگرشون اگر که همون خطاگی نمیکرد اگر که همون کارت دویم رو نمیگرید با فکر من همخی بازی هم با اطمینان میرسید با حساب 3 برای یک برای اینکه دسته ایران بعد از زدن دویم گل باز زیادتر خوبتر تا زدن دویم گل بسیار خوب بازی داشت بعد از گرفتن کارت سرخ یک و یک بار بچه های اردن نهستر بازی کردن و حالات خود رو استفاده بردن و برای این هم گفتن که اردن نکن سوستر است نیه من تخمین کرده بودم که قوت ما و قوت دسته اردن 50-50 است در یک حالت ها یک خط ها آنها خوبتر بازی میکنند در خط ها ما چه که تئوری گفتن در خط پیش اونها بسیار خوب هستند بسیار فعال هستند و گل های زیبا میزنند در سرعت بسیار بلند دارند اما هست جو خط هایی که در اونجا در سستی آنها را حس کردن ممکن است اکنون از مربی وابسته است یگانه من هم فکرم با تئوری در مسئله اون که دسته فقط با یک حیات بازی میکنند و بسیار بچه هایی که در حیات ذخیره هستند کم بازی میکنند من فکر دارم که از حساب کم استفاده بردن همین بچه هایی که در ذخیره هستند اونها کمتر باوری خود رو گم کردند برای بازی و این بچه هایی که در حیات اساسی هستند اونها بازی میکنند اونها و من زیادتر که در دلم خواهش دارم که اونها تا آخر بازی قوت کنند و بازی کنند برای اینکه در دوام اینقدر بازی اینقدر بازی ها خستگی اونها حس کرده میشود بعد از اونکه با در اخیران بازی شما حس کردید شما ما یک جای حساب کردیم 142 دقیقه آنها بازی کردن 142 دقیقه آنها در میدان بودن این بسیار مشکل است و برای من من برای من گفتم که با اردن با ما خوبتر است برای که ما آنها رو خوب میدونیم ناز میدونیم و خط های سوسی آنها رو میدونیم جایی که آنها پرقوت است آنها رو میدونیم این از روسیه کم دیگر از مربی و سرمربی و مربی هم وابسته است که با بچه‌ها محیط همین بازی رو چیکار میفهمونن که با در کدام حالت چیکار باید بازی کنن با کدام تاکتیک بازی کنند با کدام نقشه کاری باید بازی کنند در همه حالت می توانیم که در این بازی باز ما یکون دیگرگونی خوبی بیاریم با بازی که ما در این بازی غلبه کنیم تشکر سروشو وقتی که عراق
در مقابل ژاپن غلبه به دست آورد، آن کارشناسان چهره‌های ورزیده بسیاری ها به آن نظر بودند که علاقه عراق یکی از مدعیان برای شرکت در مرحله نهایی جام آسیا محسوب می‌شود. اما چنین نشد. چه جهت ها، چه جزئیات های موجود بودند از نگاه شما که بیشتر بازی ها را تماشا کردید؟ ببینید که همین عراق از شروع همین چمپیونات یکی از مدعیان اساسی به شمار می‌رفت. اینجا یک نازکی است که وقتی که اردن با عراق بازی میکرد، نتیجه گیری کردن حال حاضر بلکه خلاصه گیری کردن که اردن چگونه بازی میکند اندک مشکل تر است، به اون خاطر که چگونه که در اینجا ذکر شد، عراق یک نفر کم بازی کرد در بازی با اردن و مسلم است که از این چیز اردن بسیار خوب استفاده کرد. آنها همون سرعتی که در اینجا ذکر شد، از همون سرعت استفاده شد و آنها غلبه کردند. آیا ببینید که مثلا ما با همین یک منتخبی که توانست بر عراقی که 10 نفره بازی کردند غالبیت به دست آورد، کدام بازی رو باید بگذاریم که تو توانیم غلبه کنیم؟ من با بچه‌ها راضی شدم، میتوانم که هیئت ما بیشتر با همون یک هیئت بازی میکنن، بچه‌هایی که در ذخیره و احتیاط در نیمکت میشینن کمتر بازی میکنن. اما یک فکر دارم در اینجا که شاید همین چیز هم یکی از ویژگی های منتخب ما باشد، شاید یکی از ویژگی های کاری سگرد همین باشد که با یک هیئت بازی میکنن. ما بله وقتی که بازی منتخب رو تماشا میکنیم، بیشتر مخلصان عصبی میشن در نظر آینه نیلگون که چرا من 80 دقیقه شده است کسی رو ایواز نمیکند، چرا 75 دقیقه شده است کسی رو ایواز نمیکند. شاید یکی از ویژگی های کارش، پرینسیپ کارش همین هست که با یک هیئت بازی میکنن. البته این اندک توکل کاری هم هست، اما به هر صورت خوب اگر صرف درباره عراق و اردن بگوییم، همین مسئله را باید بگوییم که آنها البته در اونجا برتری داشتن از حساب یک نفر، اما حال حاضر دیگر از ورق تازه سر می شود کار در اینجا. خوب اردن هم در مرحله گروهی بازی های خوب کرد، آنها با فکر میکرد. من یک دعوا دارم، باشم دعوا دارم که وقتی که من بازی اردن رو با دسته بحرین، اخیرون بازی که در گروه بود تماما بازی نبود، برای چی؟ با فکر من اردن در همون ساعت وقت روخت گرفتگی بود برای بروم از گروه، اونها از جوی سیون بر اومدن برای جو... اما در بازی با دسته بحرین تماما ندیدم که یکون هجومی ناز کرده باشن، یکون حرکت های تیز کرده باشن، نبود. من برای همین حیران شدم که چخل دسته عراق، برای همین تخمین کردم که عراق اردن رو 3-1 یا 4-1 غلبه میکند. اما بعد من فکر دارم که این یک چه گزارم، یک سری دمور سرمربی بود که بازیگرای اساسی رو در این بازی گروهی نموند و در بازی وقتی که از گروه بر اومدن با 3 خالق بفکن بر اومدن، خطا نکنم بله اونها با 3 خال از بازی 3 بر اومدن، تناسب گلهاشون پلیس بود از صبح همین بر اومدن و برای همین بازیگران رو احتیاط کرد و بعدن وقتی که بازیگران رو درو با بازی با دسته عراق 3 تا مون چه که ما تماشا کردیم، 3 حملگری که بودن چه سرعت های بلند داشتن، چه گل های زوب زدن، چند حالت های گلزنی هم داشتن. برای همین هم من برای گفتم که اگر که گرچند که بچه های دسته اردن، تیم دسته اردن در بازی اخیران گروهی نسبتا سستر بازی کردن، اما بچه های ما از اول تا آخر برای برآمدن حرکت کردن. برای همین هم حیات اساسی فقط بسیار شاید زیاد کرد. بله منظوری من از آوردن بازی بحرین هم با اردن ما از همین بود که وقتی که ما بازی اردن رو با بحرین دیدیم و بازی اردن رو با عراق دیدیم، دو چیزی از هم تفاوت کاملا فرق کننده بود. برای همین این یک شاید فندی نظر است از جانبی با فکرم فندی نظر بود، برای که ما دیدیم گفتیم که اردن بسیار نظر ضعیف است، وقتی که بعد با دسته عراق بازی کرد تماما دیگر بود. شاید اونها اول عراقی رو فند کردن، ممکن همه خیلی باشد، اما ما علاقه پایخست شدیم که اونها چی نقشه دارن، چی هیله رو بکار میبرن. تشکر. یک تاکتیکی که مربی اینجا هم راستی در هر یک بازی میخواهد که عملی کند، یک نقشه الهیده باز هم یک سیری با پشت پرده نهانی باز نقشه های دیگر هم هست. ما سهراب شاه فرخ شاه ما رو همراهی خواهند کرد و یک لحظه توجه کردیم که ما 5 دفعه با تیم منتخب اردن دیدار انجام دادیم، 2 بار در دایره سبقت های دوستانه و 3 دفعه در مسابقات با شکوه قهرمانی جهان در مرحله مقدماتی. تنها ما یک ظفر داریم، یک بازی ما مساوی انجام یافت و با 3 واخوری به نفع دسته اردن انجام یافت که این از چی دلالت میکند؟ انور شو
اگر ما نگو روسی بازیه که سالهای پیش قبلی بازی میکردیم نه اونقدر باید اعتبار تیم که برای اینکه از سرمربی ما دیگر است و حیات دسته هم خیلی گرچند که 70% بازیگرای ما در همین دسته باز از همون بازی ها اشتراک میکنند اما به فکر من از حساب تکنیکی و تاکتیکی از حساب تئوری بچه ها در همین ساعت و وقت تماما از بازی که ما اخیران بازی که ما دسته اردن بازی کردیم یک خلاصه برای کردن ممکن است روسی من در وقتی که با دسته اردن بازی میکردیم یک احساسی بود که اردن اگر کدام وقتی خواهد همون وقت گل زده میتواند برای که همه معلوم بود قوت دسته اردن که آنها در دوام بازی توانستن که بازی را برای آنها مساوی بسیار حساب خوب بود برای که میدونستن که در میدان خود با ما رو قبول میکنند اما در حالتی که ما با دروازه آنها گل زدیم با فکرم یک ما هم در دقیقه‌های آخری بازی گل زدیم. دقیقه 89. بله گل زدیم و تقریبا بعد از 3 دقیقه دروازه ما در وقت اضافه. نه. این چند ثانیه مونده بود. این اکو روسی من همون وقت بعدی که ما با شما بفکم صحبت داشتیم که با وکیل اولی صحبت داشتیم در همون وقت ما صحبت کردیم من گفته بودم که این یک از حساب کانتر حساب روحانی بچه روحان تیار نبودن برای بازی باید سرمربی دسته بچه‌ها رو تو میفهمون که تو ثانیه آخرین بازی باید در بازی باشی. در حالتی که به دروازه ما گل زدن در اونجا تبریز کانتر ندوید به نظر آزادی حکم فرموش و فکری من در اینجا خانان عبادت هم فکر کرد که دروازه ما برامده است برای توپ نرسید و رقم 11 دسته اردن توپ رو به دروازه ما زد تیمی بسیار خوب است تیمی که در آسیا فقط در بازی های آسیا با دست های پرقوت آسیا بازی میکنن و بازی خوب هم نشان میدهد دسته اردن در هر یک موقع بازیگران خوب دارد زیادتر چه که ما گفتیم در قسمی پیش در خطی پیش اون در بسیار بازیگران خوب دارد و برای همین اکنون شما ببینید که به فکر من هستیم به فکر من این است که در تیم ما زیادتر از همه خط پرقوت ما خط محافظت است دروازه‌بان و سه نفر محافظه‌گری که بسیار خوب بازی دارند در آنها باشد سه تا خط پیش آنها بسیار خوب بازی میکنند اکنون یک تفاوت اکنون وابسته همون بازی من هزاران با فکر توی روزی هستن که یکم گل میزنند اگر که تاونن زویر با وعدت و با مانچر محفظت کنند و رستم نمونه که تو با دروازه ما دراید من فکر دارم که ما کوشش کرده با دروازه اردن برای که خط قفای دسته اردن نه اونقدر پر قوت است مرامد مهمت надо учитывать вот 16 ноября 23 года мы играли с командой Иордании да 1-1 в компенсированное время команда сравнивает счет. Здесь последний матч, если взять Ирак и Иордания, да, 93-97 минута. Да, да, в конце. В конце. Вахте охере бози, он голову замат. Да, поэтому я думаю, что Сегор сегодня должен обязательно заострить это внимание, что команда будет играть до свистка. То, что правильно Анвар сказал. И наши ребята тоже должны играть до свистка. Мы поведем 1-0, и вот это будет... недоработка вот этой психологии, что иорданцы играют до свистка и могут сравнять счет. Да. Поэтому здесь психология очень важная будет, чтобы достайки, играли до свистка. Достатки особенно джисмуни, порой на ват, ваяса без дайка, тайура син до нас. Мы ки, он хор дар доме на ват дайка, дар сурати бисор балан бози мекунан. Пас мы боят. تو 90 دقیقه غلبه کنیم. نه تیخ درست. غلبه کنیم خوبتر میشه و ما یکمش که خوبتر محافظت کنیم. من فکر دارم که امروز روز علی شیر است. من فکر می‌کنم منم خوشحال دارم که امروز روز علی شیر است و بعد بگم. بله اگر فکر می‌کنیم که اگر علی شیر گل خود رو بزند انا همون روحیه‌اش کشوده می‌شود. Он должен забить. Бали. Он должен забить. Просто вот моменты, вот как Анвар сказал сейчас, да, вот Табрис там моменты не добежал, там прошел прострел и дали прострел и забили гол нам, когда дома мы играли с Иорданией, да. Если взять ту игру с Катаром, да, да, судья не свистнул, судья не сделал. Ну, Умарбаев мальчишка грамотный, умный мальчишка, да. Нужно было фалить, и этого гола бы тоже не было. Здесь есть иногда такая психология и тактика, да, футболиста. Пока нету свистка, надо доиграть момент, и в угоду того, что если у тебя нету желтой карточки, да, если ты не висячий игрок, в этих моментах надо читать игру. Читать игру, где-то сделать тактический фол, да, чтобы этого момента не произошло. Вот здесь вот надо, в этом плане, я думаю, что штаб Сегарта проработал, но они должны с этим работать. Подальше от штаба. Потому что здесь идет судьба полуфинала. Судьба за то, чтобы войти в четверку лучших в Азии. И из всех четырех команд, из четырех
пар, да, которые вот играют на сегодняшний день, да, я думаю, что наша пара самая ровная. Мы ничем не уступаем Иордании, да, и иорданцы, может, тоже где-то не уступают нам, но все-таки мы все болеем за Таджикистан, все хотим, чтобы наша сборная вышла в полуфинал, поэтому дисциплина, целостность игры и победа будет наша. Схемае ки муқаррар муайян шуд, чун дар бозии охирин агар мо таваҷҷӯҳ кунем, мунтахаби мо дар муқобили Амирати Муттаҳидаи Араб 4-4 2 бозӣ кард. 4-3, 4-2, 1 ин коршиноси марокашӣ дар муқобили дастаи Ироқ бозии худро анҷом дод ва фикр мекунам имрӯз комилан ҷиҳатҳои фарқкунанда дар бозии Тоҷикистон урдин ба миён меояд. Сурошо аз нигоҳи ман ки мо шумо ҳама хуб медонем ки масалан як шакли бозӣ кунӣ дар ҳангоми ҳуҷум дигар аст ва ҳангоми муҳофизат кардан дигар аст. Мусаллам аст ки як даста вақте ки ҳуҷум мекунад як шакли бозигузорӣ дорад, вақте ки албатта ҳуҷум мекунад масалан шакли бозигузорияш дигар мешавад. Аммо дар маҷмуъ як шакли коршинос фикр мекунам ки бале бале аммо дар маҷмуъ як шакли дида ба Тоҷикистон дигар аст фикр мекунам. Мусаллам аст ки вақте ки масалан дар экрани телевизион ана мо шакли ҷойгузорӣ ки дар умум албатта гузошта мешавад он ба мо ва шумо нишон дода мешавад ва ман бештари вақт ба рости ҳамин чизро камтар аҳамият медиҳам ҳамин шакли бозигузориро рости барои ман аз ҳама шакли бозигузорӣ ки ҳам аз даврони футболи фароҳам худ дар ҳолати воқеӣ ба вуҷуд меояд бале бале ин аввал дигараш ки ҳамон шакли бозигузории классикӣ ки 4-4-2 дар вақташ бозӣ мекардам ба рости ҳамон шакл барои ман хеле писанд аст албатта ин шакл ҳозир чандон маъмулӣ машҳурӣ нест бархе аз дастаҳо ҳам дар Англия ва ҳам дар Испания ва дар бархе ҷоҳо бозӣ мекунанд аммо ҳамин шакл барои ман маъқул аст аммо ман фикр мекунам ки ҳоли ҳозир сегерт бо оне ки урдунро мебинад ва месанҷаро таҳлил мекунад албатта шакли ҷойгузори бачаҳоро дар инҷо коминан боз албатта назараш дигар аст як бор таваҷҷӯҳ мекунем ба экран ки чӣ гуна мо инро тай кардем ва алакай дар кадом марҳила қарор дорем ман рости барои аз ҳамин ҳамин ҷадвал агар тақвими ҳамин ҷадвал агар мо нигоҳ кунем агар рости ҳамин тоҳирам дуруст гуфт ҳамин хате ки мо дар онҷо сафар дорем ва насиб ки мо бо турбозиё ниё мерем бисёр нисбатан ба нисбати хате ки дар ин тараф аст хубтар аст барои чӣ мо агар ки насиб дар ин бозӣ ғалаба кунем агар баъдтар мо бо дастаи ё австралия ё корея ҷанубӣ бозӣ кунем дар онҷо бинед ки ҷопон бисёр дастои пурхуб аст эрон ҷопон ва ӯзбекистон аст ман фикр дорам ки барои ӯзбекистон имрӯз наонқадар мушкил мешавад барои ғалаба кардан ба дастаи қатар агар ба мушкилтарин лаҳза боз хушбахти он аст ки ду дастаи пурқувват аз ин минтақаи барои мо осонтар аст ки мо агар ки бозӣ ё австралия ё корея ҷанубӣ бошад агар ба фикри ман мо бо онҳо мубориза бурда метавонем аммо дар инҷо бинед ки ягона ӯзбекистон агар ки ба дастаи қатар ёрӣ нарасонанд аз дигар ҷо дори нарасонанд ӯзбекистон дар инҷо бояд ғалаба кунад аммо дар он бозӣ мо бозӣ бисёр зебоабарқудрати бисёр бозӣ зебо тамошо мекунем дар он бозӣ ба фикри ман бисёр хуб мешавад дар бозии австралия бо корея ҷанубӣ ҳам фикри зиёди ман аст ки корея ҷанубӣ ғалаба мекунад ва ман барои ман мегуфтам ки дар ҳамин ҷадвал барои мо як роҳи бисёр нисбатан ҳамвортар аст нисбати дастҳое ки дар гурӯҳи дигар ҳастанд ман ба рости ба ӯзбекистон мухлисӣ мекунам ба он хотире ки албатта онҳо ҳам барои мо сахт мухлисӣ мекунанду кишвари бародару дӯсту ҳамсоя ҳастанд аммо ман бисёр мехостам ки дар як марҳилаи дигар мо бо қатар рӯбарӯ шавем акнун қатар финал мешавад куҷое бошад мо бо онҳо рӯбарӯ шавем ва набошад ки дар инҷо довари ҷопонӣ бошад дигар довар бошад бигзор ки шумо медонед ки агар ки финал мо бо қатар бурем мо чемпион мешавем шумо медонед ин мо қаҳрамон мешавем барои он ки ман фикр дорам ки аз ҳашт дастае ки аз ҳаминҷо ба фикри ман аз ҳашт дастае ки дар ҳаминҷо бозӣ мекунад ҳама дастаи заифтарин дастаи қатар аст ман аз бозиҳое ки ман ба хулоса бардам ягон бозингаре ки онҳо доранд ҳамон афиф аст ва агар ки ӯ набошад дастаи қатар нест ман ҳайрон ки чӣ хел сол ду сол пеш се сол пеш соли 2019 онҳо чемпион шуда буданд аммо амин ҳайат буд амин буд амин ҳайат буд афифам буд дигаронам буданд афифам смотрите здесь три пари иран япония катар узбекистан австралия южная корея да шесть команд у которых стоит одна задача – это стать чемпионом Азии, Кубка Азии, да? Это любой другой результат – это провал для этих сборных. Ну, да. Для нас сейчас максимальная задача – это выйти в полуфинал. Пусть мы будем это как темная лошадка, да? Вот как прошлый чемпион. Уже не темная лошадка, уже весь мир говорит о том, что
даже не то, что это азиатский, да, чемпионат. Самураби. Ташакур, собати мо хам гарм шуд. Мо ба хамон мархила дақиқа ба дақиқа наздиктар мешавем. Аммо кори коргардону, кори маркази техники боз дигар аст. Як ишораи кардан ки таваҷҷӯҳ кунем як бори дигар ба бахши реклама, ҳарчанд ки барои бархе аз мухлисон ва коршиносони мо ин лаззат писанд нест, ба ҳар нав мо таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан бармегардем ба студияи марказии телевизиони варзиш ва суҳбатро бо коршиносон идома хоҳем дод. Рости ҳама рӯҳияи болида доранд, ҳама таманно ва орзуву ормонҳои бештари ҳамаи мардуми Тоҷикистон ҳам ба хотири шараф, ба хотири боз ҳам пирӯзии мунтахаби футболи кишвар аст. Мо ҳам ба оғози ин рӯйдоди таърихӣ наздиктар мешавем ва чун навакак ҳам коршиноси мо ва боз ҳам мутасаддиёни бахши техникии мо ҳам ишора карданд ки ҳайати дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Урдун барои иштирок дар бозии имрӯзаи чоряхниҳои маълум шудааст, банди андаке он ба мо дастрас мегардад ва акнун мебинем ки Анвар пешдастӣ кардан. Биёед як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем пеш аз оне ки ба ҳайати даста ва Петр Сегерт бо ҳамроҳии шогирдонаш алакай вориди макони баргузори ин мусобиқот мегардан дар варзишгоҳи бонуфузе ки дар шаҳри Давҳаи Қатар моро як бозии таърихӣ интизор аст ва бархи аз он ҷавононе ки мо дар борашон маълумоти бештар ҳам надорем, лекин имрӯз акнун боз алакай мо пеш аз оне ки боз баёни сухан кунем ҳайатро медонем ва андаке таваққуф мекунем ва баъдан барои тамошобинон инро ҳам мушаххастар хоҳем кард. Бале, ман нохе тахмин кардам ба фикри мо зиёда ҳайатро биёранд. Бачаҳои мо ба фикри бо ҳамо ҳайати пешина мумкин бозӣ кунанд, мумкин бозӣ хайди ҳайатро оварда баъд бинем. Ягона бо замон фикри ман аст ки замон бачаҳо дар давоми 120 дақиқа бод 120 дақиқа ман камтар хато кунам дар давоми 90 дақиқа. Мо накунам тахмин карда ки мо ҳам хел дар вақте ки ду даста бисёр як хела қувваташ баробар аст, зиёдтар дар ҳамин хел мусобиқаҳо мусобӣ мешавад. Ин аз агар ки мо оморро бинем ҳамин хел аст. Не, мо дар 90 дақиқа ғалаба мекунем. Акнун ман роси ман барои чӣ фикр дорам хубтар мешу ки мо дар 90 дақиқа ғалаба ки боз қуввати мо барои бозиҳои нимниҳоӣ монад. Аммо ман фикр дорам ки ҳамин ҳайат бояд сармураби, акнун мо бозиро тамошо мекунем ва баъд боз хулосабарорӣ мекунем, бояд сармураби ба бачаҳо ҳам кам-кам боварӣ кунад ва дар давоми ба фикрам аз дақиқа 75-ум боз қувваҳои нави бо нисбатан тавозатарро дарорад, барои он ки агар шумо мушоҳида кунед дар бозӣ, дар вақте ки мо тамошо кардем бо дастаи Амурод, бисёр бачаҳо хаста шуданд аз дақиқа 60-ум тараф хаста шуданд, аммо онро дертар иваз кардан. Аммо ҳастанд бачаҳои дар ҳайат ки метавонанд ки бозии моро боз қавитар кунанд. барои чӣ ман инро мегӯям? Барои мисол, барои он ки дар вақте ки ҳамин қадар ман мушоҳида кардам ва ҳамин аз ҳисоби таҷрибае ки дорам, бояд дар ҳайате ки сафар мекунад барои мусобиқае ки дар давоми муддати кӯтоҳ мегузарад, дар давоми як моҳ мегузарад, ҳатман бояд 11 нафар бозингари ҳастаи асосӣ бошад ва тахмин 6-7 нафар бозингароне ки агар ки иваз кунанд бачаҳое ки дар ҳайати асосӣ бозиро ҳатташро пас накунанд, зиёдтар ба он илова кунанд, аммо пас накунанд. Аммо афсус ки намедонам аз он чӣ бошад ки бачаҳое ки дар бисёр вақт вақте ки баъд бозӣ медароянд, бозиро зиёдтар пурқувваттар намекунанд, аммо бо қафотар меранд. Набарод чӣ ки барости гуфтаман баракс. Ман барости чӣ андеша дорам нисбати ҳайат, ҳолон ки ҳайатро ба мо нишона доданд, маъмулан мана шумо ки сармураббӣ ҳам кор кардаед, бозингар ҳам ки будед, маъмулан ҳамун ҳайатҳое ки ғалаба мекунанд онҳоро иваз намекунанд. Дуруст аст, ҳамин ҳайате ки ғалаба кард аслан ҳамун ҳайатро мегузоранд. Ман фикр мекунам ки Сегерт ҳам аз ҳамин зовия кор хоҳад гирифт ки ҳамун ҳайати қаблие ки доштем ҳамун ҳайата ба майдон меорад, зеро ба андешаи ман дар зеҳни ӯ ҳам ҳамин гуна ҳаст. Он чизе ки дар инҷо зикр шуд ки аз дақиқаҳои аз инҳо дида болотар нест дар курсии эҳтиётӣ. Бале, аммо масалан вақте ки Рустам Соиров ба ҷои Шаҳром Самиёв мебарояд, бо он ҳаракати суръате ки Рустам дорад, ӯ метавонад андаке ҷони тоза ба ҳамин бозӣ ворид кунад. Фақат як мушкиле аст дар ҳамиҷо. Бале, ман ҳайатам таваҷҷӯҳ мекунем. Ман ҳама зард, агар шумо бинед, чанд ҳафт дона ба фикрам корти зард дорем мо. Бале, хуб шуд ки дар бозӣ бо дастаи Амурод мо ҳамагӣ як то корти зард гирифтем, аммо ин бисёр хатарнок аст барои мо.
درست از اندیشم رو دوام بدهم خوش خوش میکنم من نسبت رستم سویر با اندیشه من رستم بسیار بازیگری خوب است حرکت های خوب دارد سرعت خوب دارد بسیار به قول برادران ایرانی عجله میکند برای توپ رو گرفتن و به نظر من اندک بیهوده تر در میدان میدود انا همون انرژی خود رو اندک در کاری بیهوده صرف میکند از اونه که مثلا توبرابویی کند و مثلا هجوم کند این من این اندیشه صرف اینفیدیو عمل های مقصدنا گوید باشد بله там немножко другая была игра другой по-другому надо было сыграть если Рошаром играл 70 минут да 70 минут с чем-то да он играл он цеплял мячик он придерживал мячик боролся за верховые мячи у нас поддерживалась атака Рустам шикарный футболист но он игрок контратаки, ему надо пространство убегать. Когда вышли на замену что Рустам, что Хамракулов, мы немножко потеряли здесь, знаете что? Ребята берут и идут в атаку. Контроль ждут, не ждут поддержки, да? И хочешь не хочешь, игроки в средней линии идут в атаку, поддерживают. Потеря мяча, надо снова возвращаться, и мы здесь очень много потеряли. Поэтому здесь, если из всего состава взять то, что вот этой замены нету, да, Амадани Камолов – это красная карточка. Я думаю, что если бы Амадани не был красным, то он бы был в основе, Ширван, не сидел бы в замене. Да. А, и вот Шаром, ну, ярко начал проявлять себя, и вот он ставить начал на Шарома, Самиева, да, и Рустам присел в замену. Так вот. Фахмо. Марамат, ки, коршиносони мухтарам, мехмонон язид, таваджо мекнем ба хаяти асоси мунтахаби Тоджикистон, Рустам Ятимов дар джой худа, Зоир Джурабоев хам дар хати дифо, و منوچهر سفر و هم در خط دفاع وحدت هنانو فهتم نظرف کپیتانی دسته و فرویز و مروایف در خط نیمه حافظت علیشیر جلیلوف همچنین علیشیر شکروف هم در همین موقع خود موچویف در جای مشخص خود معلوم است و احسان پنجشنبه تحت رقم 17 و امروز هم شهرون سمیوف در خط پیش بازی خواهد کرد و با کرسی احتیاطی یک لحظه توجه میکنیم از فیروز بختی بک خواهش میکنیم که حیاتی احتیاطی مروی بله یک لحظه هم توجه کنن اینجا هم دلیر جان و محمد جان حسنوف تبریز اسلاموف و چندین نفرونی که چون در باره شون هم حرف زدیم یک نقطه دیگر رو هم توهیر و هم سهراب شو بیان کردن که امروز هم شاید همون یک اطمینان قوی خودی سگر نباشد که از کرسی احتیاطی اون چهره هایی که لااقل در یک بازی اگر به حیات اساسی دعوت شوند و تا به قسم دویم بازی کنند البته این هم مرامت من نکن صحبت سروب شد دوام میتیم من برای چی گفتم که هفت هفت نفر اگر که بازیگران در حیات ذخیره اگر که پرقوت باشن بسیار خوب میشد مثال آوردن رستم رو در وقتی که شهرام در بازی پیشینه خوب بازی کرد امروز هم در حیات اساسی است و رستم در ذخیره موند ما میدونیم که رستم چه قوتش خوب است و کدام حالتی که دارد باز خوب بازی میکند اکنون اگر با مثل همین رستم اگر که پنج نفر دیگر همین در حد ذخیره می بود برای شوگر دوستان نبود که مثال وقتی که وای هیچ میگه که مثال هیچ میگه که احتام نزوی که علیشه جلیل مون خسته شده است یک بازیگر در فکرش است که اگر که علیشه خسته شود انا می بازیگر رو من میدارم بازی باز پرقوتر می شود اما افسوس که نه پنج حملگر بلکه در همه به قول در هر یک بله. در هر خط بله بله در هر خط من برای چی هفت نفر گفتم برای هفت نگفتم این معنیش همین است که دو نفر در خط محافظت دو نفر در نیمه بود دو نفر چی و دروازه بان هفت هفت نفر آدمی که باید در کدام حالتی باشد تا اون که بازیگری که خسته شد او را عوض کنند اما جایگزین باشد اما افسوس که حاضر شکی ما مشاهده کرده استیم بازیگرانی که گفتم اساسا آنها تا آخر بازی میکنند اگر شما دیده باشید در بازی آخر چند بازیگر ما با زمین افتیده پایشان لات خورده بود آنها رو با خود میوردن با بازی میکردن اما هست بازیگرانی هستند که هم در دسته ذخیره هم در تاجیکستان موندن آنها میتوانند و میتوانند حضور در همین بازی و میتوانند در همین بهتر هم به تیم ملی یاری رسانند یعنی که در ذخیره هم باشند اگر در آمده تیم رو پرقوت‌تر کنند در این حالت من فکر دارم که باید روحان فقط با بچه های اساسی نه با ذخیره هم باید کار کرد که شما در هر حالت میتونید دارید و بازی رو مستحکم کنید توجه میکنید با کرسی احتیاطی که یک بار دیگر هم فیروز بختی بکوف حیات رو پیشنهاد کردن و امروز هم دریار امام نظر کاملا بازی نکرد امرو قلو با میدان آمد چند بار دیدیم عزیز بایو همانو در جایش باقی مونده است و باز هم ویسدین سفر هم همچنین
و اینجا علی جان یعنی یک بار چون چند دقیقه که بازیکر فکر میکنم بسنده نبود و چون این چهره ها فکر میکنم که در مقاومت اون ابر قدرت های که قوه قوی جسمانی و نیروی بزرگ و جسمانی بیشتر دارن تا باوردن علی جان یعنی فکر میکنم من دکه مشکل تر از خیلی این اکنون با صلاحیت کاری خود ستاد مربیان و بستگی دارد. رستم можно рассказать свою мысль. Вот я как тренер, да, по игре вратарь и четыре защитника, я бы их тоже не менял бы. Пока идут ровно играют, пока они взаимодействуют, пока взаимосвязь между ними есть, я бы их не менял бы вообще. До конца будем идти, я бы не менял состав, потому что они уже притерлись. То, что даже Анвар говорит, то, что они устали, да, ноги сводят. Ну, я бы максимально сделал так, чтобы они остались на поле. А линию полузащиты, атаки, да, здесь надо давать ребятам где-то почувствовать, поиграть. Почему? Шесть карточек, желтых карточек. Если мы выходим в полуфинал, и не дай бог, или Зоир, или Вахдат Ханов получает желтую карточку. Кем заменить, кого заменить, это большой вопрос. Этим ребятам линию атаки полузащиты надо дать смело, потому что, войдя в игру, потом, не играя долгое время, очень тяжело будет на таком уровне. Правильно, Анвар говорит, надо... Озим, мы не все, когда мы из хаяти захидави, хамаги сармурави, а сами достаточно, мы тоже пока хамаги черная фара исхода барат. Черная фара, я здесь обычно мы говорим черная фара, бачовые, ки... همون تجربه کلونی اشتراک در مسابقه بین المللی دارن این محمدجان حسنوف محمد رحیموف این تبریز اولادمیر این رستم سویرو و نوردین امرخلوف و دیگر بچه ها درست گفتید که مثل خیلویف بسیار نه اونقدر خوب بازی کرد اما برای چی برای اونقدر خوب بازی کرد من همینم حیران برای که در وقتی که با دسته المپی بازی کرد در بازی با دسته استرالیا بهترین بازیگر بود بله 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 در اینجا او وقتی که بر اومد تماما توب رو گم کرد خودش رو گم من فکر کردم که او تماما فوتبال رو نمیتواند اما من قوت او رو میدونم او در یک دسته پر قوت روسیه بازی میکنه این از کم تجربه گی از حساب اون که ایگراو پرکتیک باید کمتر روحان با بچه‌هایی که در ذخیره هستن کار کردن نکرد جهاد روانی اونها رو خیلی کار اومدن باید وارد دونن که خود تو بعد 10 دقیقه یا بعد 15 دقیقه تو میدروی باید تو بازی رو باز زورتر کنی باید چشمای او رو هم خیر هلنگه زند باید اوتش باید برای و تقویت سخن وقتی که با جریمه 11 متر نفر پنجم باید نزدیک میشد شکر و شکر و فاشمون در نظر داریم علی شیر رو فکر میکنم که اونجا یک هیجانی بسیاری بود که اکثریت آنها خودداری کردند از همون لحظه یا مسئولیت رو به دوش همین علی شیر گذاشتن این هم یک جهت قوی روانی که مخصوصا در حالت چنین حالت ها فکر میکنم علی شیر شکر خیلی خرسند کرد براستی اکنون یک خونچه نوی که فوتبالی ما رو در آینده و علی شیر رو منظور کردم و بینیم اولین مراتب رو مرحمد مخلصانی بله بله مخلصانی بسیار عجیب از هر گوشه ببینید که هم گل دختران بانوان و جوانان از دون هستن اینا از انی قزمون هستن سلام باشید رستم بله قهرمانی که بسیار هم به ما مژده های نیک آورد بسیار هم زحمتش، مسئولیتش و بسیار یک ملکه بزرگی در دروازه‌بانیش با دلهای ما نور و ضیا و خرسندی آورد. پرویز عمربایف هم وقتی که شما ما در باره حالت مولیوی سخن نمیگیم اما ما خوب میدونیم که بسیار شرکت ها و هواسمان گردانی هم بسیار در سطح بالا است. دوشنبه حکومت جمهوری همون با بازیگرانی که در تیم بازی کردن و با این دستاورت ها نوری شدن مالی بسیار یاری خوب رسانید و ما فقط میتونیم زیادتر بلکه از فوتبال بازی ما خوشحال شدیم که توجه به فوتبال بازی ما زیادتر شد انا اکنون این من برای چی اینو گفتم اگر که من بازیگر جوان باشم و مشق میکنم و تمرین میکنم و ببینم که چه فوتبال بازی ما بازی زیبا میکنن غلبه میکنن و بود چه اونها رو قدردانی میکنن من کوشش میکنم که خوبتر و نستر تیار بونم و به دسته تیم ملی راحت گیرم و اونجا ما رو دعوت کنن این بسیار خوب است برای نسل آینده فوتبال ما هزاران نورس دیگر با سوی میدان ها میروند از این بله. و امروز افتکاراتی که از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی روی کار گرفته شد بسیار هم فکر میکنم در نهاد کلی دوستداران فوتبال یک شعله محبت رو باز هم روشن تر و باز هم جلوتر کرد 300 هزار دلار آمریکایی برای راحت تا به این مرحله که بود
در سبقت یک هشت نهایی 150 هزار دلار دیگر از جانب پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تقدیم گردید. در صورت مظفریت آن همین داور باز 200 هزار دلار دیگر از جانب پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با هیئت منتخب تقدیم می‌گردد و با استثنای باز که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا جایزه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان با غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی ورزشی از سال 2015 تاسیس یافته است که فوتبال هم از این استثنا نیست. اگر ممکن باشه من یک کلمه بگم راستی من همه دستاوردها که در فوتبال تاجیکستان هستند این از شرافت این از سیاست خیراتمندانه پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم مالی است. اما یک شخصی هست که بسیار فوتبال را دوست می‌دارد و کوشش دارد که در تاجیکستان هم تیم‌های باشند که با مثل در عرصه بین‌المللی شرف تاجیکستان را محافظت کنند. این محترم شاروخ سعیدزاده است، رهبر پریزیدنت کلوب استقلال، که او با همون توجه خود تاونیست که دسته استقلال رو ما میدونیم که دوست دسته استقلال در تمام عرصه در آسیا بسیار خوب میشناسن و اکثر هیئت منتخب هم دست پروران همین این کوشش و کوشش های زیادی او و هیئت همون مربیان دسته استقلال است که در تیم ملی ما بازیگران همین خیلی تیار میبینن. بله تربیت کلوب ها باید در سطح ضروری باشه. این رو ما این کار نکنیم برای اینکه حقیقتا بسیار مهنت زحمت بسیار زیاد میکشند برای همین خیر کردن. روسی همین رستم یتیموف چند وقت پیش ما او رو قدر خوب نمیدیم، میخواییم بدونیم با دروازه‌بان خوب بود، اما در دسته استقلال در این مسابقات وقتی که بر مقابل ارنصر بازی کرد، بر مقابل اردوهایل بازی کرد و بسیار خوب بازی کرد، مقابل پرسپولیس بازی کرد، ارنصر رو خشمگین کرد، بازی گل زد. بله، بازی بینید که بر مقابل دسته‌هایی که آنها پر قوت هستند او نمیترسد، او همه توپوی بازمیتین رو میگیرد. این بسیار خوب است. این و با فکر من این آیسته آیسته همون میشه، هم خیلی میشه که اگر کلوب های ما پرقوه باشه با مثل استقلال، بله، آینده روشن کلوب و دیگر دسته هایی که در عرصه بین المللی اگر زیادتر در اینجا توجه کنند و در اونجا غلبه کنند، من فکر دارم که تیم ملی ما پرقوه‌تر و پرقوه‌تر باشه. تولید چهره های اصیل از همون فعالیت ثمرانک کلوب ها دسته ها رو چیزی که من شما گفتم سیامین گفت و مثلا شما وقتی که ما یک خونه باشد نگوشید همون روزنامه‌نگار در منچستر وقتی که در همین جا بود گفت که وقتی که من سفر کردم به تاجیکستان در بازی روسیه تاجیکستان نه خیلی بازی خوب بود اما برای تاجیکستان او یک اید بود. من در باره سرمربی گفتنی هستم که او از دسته ای که سال 2008 وقتی که خیدینگ اومد و دسته ما رو برای چمپیونات اروپا جای سیم گرفتن همین خل دو حالت تاجیکستان هم همین است. بازی شوگارد اومد، بازیگرایی که از کلوب ها اومدن اونها قوی هستن خوب هستن اومد اونها رو سرجام کرد، پسیکولوژی تیار کرد و در این بازی اونها بازی من اکنون گفت سخنانی بود، من اکنون وزیر مخلصی تیم ملی تاجیکستان هستم همین ساعت و وقت. این بسیار خوب است که در تمام جهان در مقیاس جهان برای تاجیکستان کارشناسان بهای مناسب میدهند به فوتبال تاجیک. اگر شما من دایور ندارم که یگان بار اگر رشید رحیموف در باره تیم ما سخن گفته باشد بسیار کرده تشکر. اما شما که دینا در صحبت من دیدم که او با همراهی الکساندر رحیموف یک تا ویدیو بسیار خوب نوار خوب روان کرد که اونها مخلصند. شگر چی میگوید پیش از آغاز بازی حساس؟ I think that the players deserve this. They want this for Tajikistan with every of their, how we can say, their small part of the body, with all emotions. We are playing not only for us. We are not only playing for the spectators here in Qatar. We play for 9.5 million in Tajikistan. And on the other side of it, Jordan have a lot of speed, a lot of quality up front. How are you looking to deal with that? We play against Jordan draw in Tajikistan. For me, is Jordan one of the very big favorites also of this tournament. But now we are on the eighth best teams, so we hope after this game we will be under the best four. This is a very situation, very clear situation. But Jordan also has fantastic players, also have a very good coach, also are ready to face us. We have our good sides, Jordan has their good sides. Now we will see who will be today the better team. Last one, you have played them recently, as you mentioned, in the qualifier. So what kind of game are you expecting here? I hope that we have the same situation that we started to lead. But I hope that they not scored in the 16 seconds before the game. Very easy. Thank you, coach. Thank you. Thank you, coach. Thanks for your time. تشکر زیاد. سلامت باشید. چون اشاره کردم که یک لحظه که ما اندیشه های
سیکر درو مشاهده کردیم بیان کردن اینجا هم درباره هیئت منتخب تاجیکستان اینجا پرسون شدن که ابراز نظر نمودن که هیئت اساسی دسته تاجیکستان امروز هم مکمل است همه آماده است تنها به خاطر پیروزی و مظفریت امروز ما مبارزه را با شدت دیگر میدهیم و باز هم سوال شد که در موردی که به این مرحله راه یافتن شما یک تحولات یا دگرگونی در فوتبال تاجیک است چی نظر دارید این رو هم موفقیت بیان کردن و در خصوص دسته اردن هم اندیشه سخن کردن که دسته پرقوت است این باری سیم است که به این مرحله آمده است و کار و مبارزه با این سهل و عادی نخواهد بود و ما هم فکر میکنیم که این دیدار این رقابت خیلی حساس و پرشدت و عبرت بخش و خاطرمان و تاریخی خواهد شد و همکاری ما اینجا کارگردان اشاره میکنند علاءالدین بوریوف در مکان برگزاری مسابقات قرار دارم بعد چند لحظه امکان داریم که با علاءالدین امینوویچ در رابطه باشیم که وضع کنونی ورزشگاه و آمادگی به این بازی حساس چگونه است و تا به خط رابطه پیوستن علاءالدین بوریوف ما اندیشه های خود را باز هم راجع به نظر خود سرمربی بیان خواهیم کرد سوروف شو ببینید که سیکرت یک وای است همه وقت به قول اپتیمیست است دل پرانه سخن میگوید همه وقت اپتیمیست است همه وقت میخندد تبسم میکند همه وقت دل پر است همه وقت به بچه ها تکیه میکند به قوای بچه ها آنها را روح بلند میکند حال حاضر هم همین چهره را ما دیدیم همین سخن ها را شنیدیم قیافه اش یک است بله قیافه اش یک است باشد من فکر میکنم که این از همون ویژگی های خوب و خصلت او است که باید یک سرمربی چنین یک منتخب داشته باشد چون که بسیار مهم است که در حالت های ان همین خیلی حالت های به قول نازک و وزمین و پیش از بازی های خیلی حل کننده یک سرمربی چگونه سخن های درکاری رو بیابد به بچه ها بیان کند سهراب شد حالا کارگردان اشاره میکنند که علاءالدین در خط رابطه هستند علاءالدین امینوویچ شما خوب هستید سلامت باشید وضع تا وضع چگونه است الان در ورزشگاه احساسات تماشابینان و علاقمندان فوتبال کشور چگونه ارزیابی میکنید این لحظه های حساس رو لحظه حساس در حقیقت درست شما گفتید اینجا ورزشگاه همون احمد بن علی است و این ورزشگاه برای ما ورزشگاه بابرور است که خطا نمیکنیم زیرا در بازی گذشته در دور 8-1 نیایی ما امارات متحده را در همین جا شکست دادیم و امروز هم امید داریم که دسته منتخب تاجیکستان در مقابل دسته اردن پیروزی به دست میارد حالا آهسته آهسته طور میبینید مخلصان به ورزشگاه داخل میشوند این ورزشگاه ورزشگاه بزرگ است 44,032 سیدو مخلص میبرد و از این رو برای همه مخلصان تاجیکستان و اردن بسندگی میکند البته طبع فوتبال بازان ما بولیده است نه وقت که ما در واخوری با پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان امام‌علی رحمانوف و همچنین فوتبال بازان آمدیم گمان میکنم که نوارهایی که حالا تیار شود به شما پیشکش میکنند امروز شمارهشون باز هم زیادتر شده است سلامت باشید برای یک صحبت صمیمی سپاس و تشکر و دسته منتخب برای رو کامیابی تمنا داریم باوری داریم که شما در مکان برگزاری مسابقات با سیوژه ها و با مصاحبه های علاهیده همون چهره های نمایان باز برنامه بعد از بازی ما رو رنگین تر میکنید سلامت باشید دوستان عزیز چون لحظه مشاهده کردیم امروز هم ما به همون صحافت نزدیک تر میگردیم علاءالدین امینوویچ در مکان برگزاری مسابقات یک لحظه با ما مستقیما در رابطه بودند و اکنون باز هیجان بیشتر ما رو فراگیر است باز هم مشکلاتی که چون بیشتر در تحلیل و در بررسی همین موضوع داشتیم باز فکر میکنم که تا به همان لحظه هایی که خود حل این رو مییابد برای ما هم باز مرکب تر میشود ابتدا است باشد اینجا علاءالدین گفتن که نمیدونیم علتش چی است که هم قطری ها و هم سودانی ها و دیگر ها با مخلصی ما میان فکر میکنم سببش یک چیز است همین بازی خوبی منتخب ما یگانا سببش همین است و من فکر میکنم که اگر امیدوارم هستم که این مرحله رو هم گذاریم یک ورزشگاه پر از پر مالامال مخلص از همه ملت ها با ما مخلصی خواهند کرد بازی با بسیار زیبا است ما
از همه بازی نه اونقدر خوب نه اونقدر زیبا این بازی وقتی که از خط قفا بازی میکنی همین است. اما تیم ما میدونیم که یگان وقت ما مشاهده نکردیم در خط قفا بازی میکنن. بینید که وقتی که ایران در حیاتشون هم نگه 10 نفر موندن وقتی کارت سرخ گرفتن اونها همه به خط قفا رفتن و دیگر دست ها هم بسیار باید که یک گل میزنن اونها هم به قفا میرن در خط قفا. اما ما بعد از گل زدن ما هجوم میکردیم و بازی خوب میکردیم. این یک نمود خوبی بازیکنی بچه های ما هست که به فکر من شما درست میگید اگر ما غلبه کنیم در بازی امروزی میتونیم که در بازی نیم نهایی باز زیادتر من فکر ندارم که مثال میگویم رستم یتیموف یکان خیش تبارش در سودان زندگی میکنه. نه این اون از حساب بازی بسیار زیبای امرو رستم یتیموف از بازی زیبای بچه های ما مخلصان آمده. یک سوال دیگر مرحبا. Сборная влюбила себя в болельщиков. Хорошим, красивым футболом, атакующим футболом. Черевченко, вот я читал в Инстаграме, Черевченко пишет, говорит, эту игру с арабами, да, мы должны были обыгрывать в 90 минут в 3 мяча. Иметь такие возможности. А имея такие возможности, это значит, мы играем атакующий футбол. Это же не просто так. Мы забили один гол, правильно, Анвар говорит, и стали обороняться. Есть одно, я хочу еще, знаете, что добавить. Вот, как Анвар сказал, вот Федерация футбола сделала программу ОРЗУ-26, да? Это значит, что конечный итог этой программы – попадание в чемпионат мира. Такая же цель, да? Да, да. Попадание в чемпионат мира. Теперь смотрите, что мы имеем. Теперь вот на последнем собрании было сказано о том, что надо наши 10 клубов, которые в высшей лиге, тоже сделать так, чтобы не только один из стеклов на международном уровне играл на высоком уровне, чтобы и Равшан подтянулся, другие команды подтянулся. Но для этого что? Есть момент, да, вот, который я хотел тогда сказать, да, посмотрите, Равшан и Стекло, две команды, которые играли, один в Лиге чемпионов, одна играла в Кубке АФК, да, центральных нападающих нету в этих командах. Сибай играл в Стекло или центральный нападающий, в Равшане играл в Венга. Это беда, беда нашего футбола, потому что уже нету подпитки, поэтому по линии обороны в Равшане задний защитник, один центральный, это легионер, в Стеклоле тоже легионеры играют. Надо свои клубы тоже делать, чтобы у нас пошла сборная. К чему говорю, да? Мое предложение такое, вот из 200 футболистов, которые есть на данный момент в чемпионате Таджикистана, высшей лиги, да? 130 человек, если 70 убрать легионеров, 130 футболистов есть, да? Из них сделать хотя бы еще сборную. Сборную клубов, да, иногда встречаться, может быть, тренер национальной сборной увидит кого-то, да, в перспективе. Бетарин андеша фикр мекунам ки бисёр хам мақсадно касин хам дар нашрҳои баъди мо атрофи ин мавзу ва ба барномаи баъди бозӣ чун таваҷҷӯҳ мекунем оид ба ин масъала боз хам мушаххастар андешамонро баён месозем. Нуқтаи муҳиме ки инҷо хам дарҷ гардид вохӯрии президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон бо ҳайати мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри давҳаи Қатар буд. Ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ин сюжа ва баъдан суҳбатро идома хоҳем дод. دستاوردی که شما کردین در تاریخ فوتبال تاجیک اولین بار است. برای این سواری سپاس. این همش محنت و زحمت و شبانه روزی شما است. کسی دیگر نیست. بازی تمامی کلی تاجیکان دنیا 60 میلیون تاجیکان دنیا فقط بازی شما را تماشا میکنم و مخلصی میکنم. شما علاقه میگیم دلی نه تنها تاجیکان دنیا دلی دیگر مخلصان فوتبال که از دیگر کشور ها است به دست آوردید و امروز ما همراه خود اکثریت خشتوار شما را والدین شما را گرفته آوردیم که محنت و زحمتی که شما در بازی امروز میکنین آنها با چشم سر بینگر و امیدوارم که شما باز هم از این دم خوبتر بهتر
هنر خود رو در ورزش، در ورزش فوتبال، در میدان فوتبال نشان میده. سلام پیشوای معظم ملت رو به شما میرسونم. اونها با هر یکی شما سلام خود رو شخصا به من دستور دادن که سلام رو کسا رسونم و من میرسونم و قوه دارم که اون نیت و ارزوهایی که پیشوای ملت هم کرده است نسبت شما، شما با اون سازگار میشه. تشکر، سلامت باشید. چون لحظه هایی که خیلی تاریخی بودن، حساسی که چون همه فوتبال بازان هم با یک صمیمیت، با صداقت، باز هم شعاری همیشگی تاجیکستان به پیش و صحبت ما هم در اطراف همان موضوع هایی که از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه گردید، یعنی بازی شما در دل و در قلب مردم عرب هم علاقه جای الهیده دارد. اگر ما توجه کنیم، ما به استثناء یک بازی در مقابل دسته خیتوی، این چهارمین دولتی است که از کشور عرب ما با آنها بیشتر رقابت میکنیم. اکنون صفت بازی، سطح و درجه کسبی ما با مردم کشورهای دیگر هم پسند آمد که ما رو مخلصی میکنند. ببینید که پرچم علاقه پرفشان است و باز هم این دسته مخلصان دسته اردن رو هم یک لحظه توجه کردیم. و بعد این واخری، اکنون بعد این واخری، من فکر میکنم که حقی اشتباه ندارم، پیغام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم رسانیده شد. امروز هم با یک صمیمیت مکافاتی که در صورت پیروزی باز هم 200 هزار دلار آمریکایی هیئت منتخب را البته قدردانیش در نظر است، این شور یک مسئولیت و هم یک صمیمیت و جمعی امیدهای ما را ان همین 11 نفری که در میدانن عملی میکنن. به این خاطر فکر میکنم باز پیش از آغاز این سبقت، پیش از به میدان برآمدن، باز اندیشه های ما و شما هم بیشتر و زیادتر است و امیدواری هایمون از این هم افزون و زیاده. سوراب شو میدونید در همین صحبت من یک صمیمیت خاصه را دیدم، هم از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی و هم از کفکوبی بچه ها، این یک صمیمیت ملی تاجیکانه بسیار خوب. میدونید در آهنگ صحبت هم بسیار آهنگ منتداری صمیمی بود برای بچه ها از جانب محترم رئیس و من فکر میکنم که انا همین صمیمیت رو آنها قبول کردن و امروز همه چیز را فدا میکنن تا با اون پیامی که سرور دولت دادن، با اون پیام سازوار باشن، با این تشریف سازوار باشن و با باوری ملت سازوار باشن. تشکر زیاد. باز هم اشاره میکنم که وقت خیلی کوتاه است، اندیشه های برخی از نفران رو میشنویم. طاهر جان، بعد شما نگران نباشید، باز در جریان برنامه بعدی بعد از بازی باز هم دو ساعت دیگر ما وقت داریم. حالا میشنویم محمد غایب، شاعر خلقی تاجیکستان، هنرمندان، موسیقی شناسان، زنان، هنر، بسیار هم اندیشه های جالب دارن. توجه میکنیم به امیدهای مخلصان. این روز با خوب وحدت ما، صلح ما، افتخار وطنداری ما، خودشناسی ما مستحکمتر میگردد. چند تن میتوانند که کشور خود را در تمام دنیا معرفی کنند. حتی هواداران دیگر کشورها جانبداری ما، ما را جانبداری میکنند. این همه سرچشمه خود را دارد. برای افتخار پیدا شدن، برای خودشناسی، برای میهندوستی، برای در دل جان ننگی و تدار جا کردن، رهبلد در کار است، رهنشانده در کار است. این رهنشانده ما سرور ملتی ما است. دسته فوتبال بازان رفتن و واخوردن و تاکید کردن و ننگی و تنپروری رو بیدار کردن و خشناسی ملی رو بیدار کردن یک نیروی دیگر است که بردهای ما را تامین کرد با دسته هایی که در بازی های بزرگ جهانی اشتراک داشتن. این است پای قدم راهبر،
این است تاکید و نگاهی را بر که می تواند که با بلندترین کلا آدمان برارد، هموطنان برارد. گوش حرفی راهبر باید کنیم، دورتر نوری نظر باید کنیم، دستی ننگی خط سپر باید کنیم، قطره ها را هم گوهر باید کنیم، در همه میدان ظفر باید کنیم، در همه میدان ظفر باید کنیم، تاجیکستان را دیگر باید کنیم. اگر گویم که مخلصی اشدی فوتبال هم دروغ میگویم، چون که مخلصی اشدی فوتبال بودن. به خاطر بچه ها، یعنی این بچه ها منم مخلص کردن، این بچه ها منم وادار کردن که من شبا خواب نکنم، این بچه ها منم میگیرانن، یعنی هم عشق شادی است، هم کجایی که میافتند بچه ها باور کنن اینا فقط مادر رو حس میکنن. وقتی که میافتند زوره میکنم جانم شوید مرم در شما، پاکتون در نکرده باشه، دستکتون در نکرده باشه، مردم در شما، خزین از جاتون بازی دوام تین. و گفتنیم که فقط باور چگونه که بچه ها تا امروز اویلند، یعنی یک اویلند، این حتی در همون میدان حس کرده می شد که بچه ها چگونه اویلند، چقدر متحدند. بگذار ان همین خیل اویلا بودن، بعدی که غالبیت، بعدی که جام به دست گرفتن، انشالله جام به دست می گیرند، غالبیت از آن ماست و اویلا بودن هیچگاه فراموش نکنند. ابوزیف دوستان عزیز، صحبت ها اندیشه ها خیلی زیادن، وقت خیلی کوتاه است، ما به همون مرحله رسیدیم. باوری داریم که قلبی سرشار از تمنا و آرزوهای نیک مردم تاجیک و کارشناسانی که در استودیا هستند باز هم نسبت به پیروزی و موفقیت تیم ملی فوتبال کشور زیادند. بیاید اکنون فرصتی آن رسیده است که ما از تونل دسته ها را استقبال گیریم و بازی را یکجا تماشا کنیم و بعداً صحبت را با خرسندی و خوشحالی بعد از بازی ادامه خواهیم داد. توجه میکنیم به صحافت، به رویدادی با نفوذی که ما و شما را انتظار است.